امروز میخواییم با هم دیگه کوکی شکلات بسیار خوشمزه و عالی درست کنیم. تا آخر ویدیو همراه من باشین. برای شروع شکر و شیره خرما رو با هم دیگه خوب مخلوط میکنیم. به جای شیره خرما میتونین از انواع شیره های مختلف هم استفاده کنیم. خوب مخلوطشون میکنیم تا این حالتی یک دست بشه. حالا کره نرم شده داریم، کمی با لیسک صافش میکنیم و بعد بهش مخلوط شیره و شکر که آماده کرده بودیم و اضافه میکنیم. به جای این مخلوط میتونین از شکر قهوه‌ای هم استفاده کنیم. کمی با هم دیگه مخلوطشون میکنیم و بعد واسه یکی دو دقیقه با همزن میزنیم تا سبک و پفکی بشه. نصف آرد رو اضافه میکنیم. بهتره که آرد رو الک کنیم. بعد با هم دیگه خوب ترکیب میکنیم. کوکی شکلات فوق‌العاده خوشمزه و عالی میشه. حتما درست کنید و لذت ببرید. بعد اینکه خوب با هم دیگه ترکیب کردیم، نصف دیگه آرد رو هم الک میکنیم و بعد بهش نمک، جوش شیرین و بیکینگ پودر اضافه میکنیم. دوباره خوب با هم دیگه مخلوطشون میکنیم. هم با دست هم با همزن برقی میتونید این کار رو انجام بدید. شکلات ها رو ریز خورد میکنیم. من از شکلات شیری استفاده کردم که شما از شکلات تلخ یا مخلوط هر دوتا میتونید استفاده کنید. بعد گردوها رو هم ریز خورد میکنیم و هر دو رو به مواد کوکی اضافه میکنیم. دوباره با هم دیگه خوب مخلوطشون میکنیم تا در آخر این حالت شن مانند داشته باشه. من قبلا توی کانال ویدیوی یک کوکی شکلاتی خیلی خوشمزه رو گذاشته بودم که اون از این قسمت بالا میتونین ببینین. بعد اینکه مواد رو خوب با هم دیگه ترکیب کردیم، یه دونه تخم مرغ رو داخل ظرفی میشکنیم، کمی هم میزنیم تا از حالت لختگی خارج بشه. بعد به مواد کوکی اضافه میکنیم و دوباره با لیسک یا همزن برقی شروع به هم زدن میکنیم تا خمیر کوکی جمع بشه و در آخر ما یه خمیر این حالتی داشته باشیم. خمیر کوکی کمی چسبناک میشه. حالا از خمیرمون گلوله های 50 گرمی وزن میکنیم، بین دو دست گرد میکنیم و داخل قالب با فاصله میچینیم. اندازه کوکی ها بستگی به خودتون داره که میتونین بزرگتر یا کوچیکتر هم درست کنین. داخل فریزر میذاریم تا یک ساعت بمونه و بعد روی کوکی ها رو به سلیقه خودمون با شکلات چیپسی یا شکلات تخته‌ای تزیین میکنیم. داخل فر 170 درجه 17 دقیقه میذاریم تا بپزه. بعد اینکه پخت 15 دقیقه به کوکی ها دست نمیزنیم و بعد به راحتی از قالب جدا میشه. اینم از یک کوکی شکلات بسیار خوشمزه و عالی. امیدوارم دوست داشته باشین و لذت برده باشین. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. واسه یه دیدن آموزش های بیشتر کانال منو حتما سابسکرایب کنین و روشن کردن زنگوله هم یادتون نره.